تنف و این چیزهایی که حالا امروزه مثلا گونی هایی که این قیرگونی میکنن رو پشت بام میتونن، اینا وسیله برای شستنشون بود، اونم نه تازه به این شکلی که الان هست. از مزرعه میگرفتن کنف رو میآوردن ابزار شستن بود. خب وقتی که هیچ ماده شوینده وجود ندارد، تمیز کردن دست به وسیله اونها یا نشدنیست یا اگر بشود هم به آسانی نمیشود. بنابراین انگشتا رو با دهانتون تمیز کنین به گونه که چربی نمیماند، ویروس نمیماند، میکروب نمیماند. با توجه اینکه بدنها هم مقاومه، حالا اگه میکروبی هم در دست وجود داشته چون به اندازه استاندارد بوده کمتر از اون مقاومت بدن هست، وقتی رفت داخل بدن و اسید معده که به او رسید کاملا در به داغونش میکنه، این ضرر زیان نداره. بعد از اینکه لیسیدید اون موقع فرمودن که با آب هم با آب گرم هم شستشو بدید، دستاتون هم با حوله مخصوص خودتون تمیز کنید. این مربوط به عصر و زمانی است که جایگزین یا ندارد، جایگزین سه انگشت پنج تا انگشته، یا مشت زدن هست و یا اینکه آخرش قاشق چوبی است. اما در عصر و زمان ما که جایگزین های بسیار خوب و برتری دارد، نمیتوان گفت غذا خوردن با دست مستحب است. یعنی کسی که شم فقاهت دارد، بلکه بیشتر از شم فقاهت، کسی که احاطه بر معیارهای احکام دینی ولو در حد متعارف اصل زمان خودش داشته باشه، بیشتر از دیگران این را توجه داشته باشه، هرگز حکم نمی کند که غذا خوردن با دست مستحب است، بلکه حکم می کنه که غذا خوردن با قاشق، اونم قاشق استیل، اونم نه هر استیلی، بهترین هاش به گونه ای باشه که کمترین آلودگی رو در خودش نگه داره. خب البته باید که شرایط زندگی رو نگاه کرد، همچنان که خب کسی توانایی خرید قاشق ندارد، خب اون با دستش بخوره، اما که توانایی قاشق داره ولی قاشق هایی که یه مدت رست شده پشت قاشق ها می نوشتن که حسن ابن علی علیه السلام شهرت پیدا کرد و قاشق حسن ابن علی، این قاشقی بود که آدم ناوارد اگر با این غذا میخورد لباش رو تیک پاره میکرد. خب دیگه حالا چون به نام امام حسن علیه السلام بوده، خب کسی نمیتونه قاشق خوب بخره، خب با اون قاشق بخوره، کسی میتونه یکم بهتر بخوره، ولی بالاخره هر چه باید ابزار زندگی، وسائل زندگی، وسائل خوراک، پوشاک، هر چه باید به نظافت نزدیکتر باشه یا سهم و بهرش از نظافت بیشتر باشه. نظافت شرط ایمان است، رکن ایمان است، رکن مسلمانی که نیست، شرط ایمان است. هم نظافت ظاهری، هم نظافت باطنی، هم نظافت بدنی، نظافت خلقی، نظافت عقلی، هر سه شرط ایمان هست. خب بنابراین اولا اجتهاد برای این آمده است که احکام دینی را با عصر و زمان خودش منطبق کنه و سازگار کنه و انسانها در زندگی خودشون بتونن به راحتی به دین و احکام دینی عمل کنند. بعد از این میفرماید که چنانچه مدلول نص، نص نظاهر، مدلول نص در قلمرو مسائل عبادی باشد، یعنی عبادات به معنی خاص، مثلا نماز، روزه، نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، شک که بین مثلا در نماز سه رکعتی باطل هست و همینطور موارد دیگر، اگر مدلول نفس مربوط به مسائل عبادی باشد، باید به همون نص عمل کرد، به همون ظهور لغوی یا سیاقی آن باید بسنده کرد و نباید به آن چیزی افزود. هر چه در روایات اومده در حوزه عبادات و تعبدیات همون رو انجام بدید، یک ذره کم و زیادش نکنید. اما اگر مدلول نص در قلمرو مسائل اجتماعی باشد، حالا مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی و تکنولوژی و مانندون، هر چی رو که مربوط به عبادت به معنی خاص نیست، که اصطلاحا بهش میگن که معاملات، عرفیات، سیاسیات، اجتماعیات، اینا اگر این گونه شد چی؟ در این صورت باید نص از دریچه فهم اجتماعی باید فهمیده شود. اگر از دریچه فهم اجتماعی فهمیدیم، یعنی به قوانین اجتماعی، به وضعیت اجتماع، شرایط جامعه و مانندون توجه کردیم، چنین فهمی بسا سبب توسعه یا تضییق نص گردد.
یعنی چی؟ اون مثالی که قبلا در مورد احتکار یا در مورد زکات خدمتتون عرض کردم، در مورد احتکار یک موارد معینی رو فرمودن که اینا رو نباید احتکار کنید. وقتی ما از نگاه اجتماعی که نگاه میکنیم، میبینیم که اگر کسی گندم را، آرد و نان را احتکار کنه چه اتفاقی در جامعه میفته؟ اگر قرار باشه که مثلا قیر را هم احتکار کنن همین اتفاق میفته، اگر آجر رو احتکار کنن اونم همین اتفاق میفته، اگر نخ رو، اگر مثلا ابزار و وسایل برقی رو و مانند اونها اگر احتکار کنن همین اتفاق میفته. میگه وقتی این گونه که شد، اون موضوع قبلی رو یا گسترش میده یا محدودش میکنه. مثل اینجا گفتیم که گسترش میده، احتکار در این موارد سگانه است، میگه بیشتر و بیشتر و بیشترش کنید به گونه ای که اینا هم شامل بشود. در برخی از موارد نه، ممکنه زیغ بشود. در برخی از موارد مثلا فرمودن چنین کاری رو انجام ندهید، با توجه به شرایط میبینیم که نه، این مربوط به گروه معین و خاصی است که حالا در جای خودش مثال رو خدمتتون خواهم گفت. فعلا مثال شهید صدر رو خدمتتون عرض کنم. میگه که در یکی از عوامل مالکیت حیازت است. حیازت یعنی به دست آوردن چیزی با زحمت، ولی به دست آوردن چیزی با زحمت در طبیعت، نه اینکه آدم سر کار بره صبح تا غروب رو پا بیسته یا مثلا فعالیت های دیگری کنه، این حیازت نیست. حیازت اولا مربوط طبیعته، دوم اینکه همراه با قدری زحمت باید باشه. مثل اینکه کسی میره تو دریا صید میکنه، اینو میگن حیازت. کسی میره مثلا تو بیابون پرنده میگیره، اینو میگن حیازت. یا میره یه جایی هیزم جمع میکنه، یا یه جایی میره یک زمینی رو تصرف میکنه، بیابان رو اصلاح میکنه و مانند اونها. در این گونه موارد میگه که مدلول نس اینه که اگر مدلول نس این بود که کسی که آب چاه یا هیزم رو حیازت کرد مالک آن میشود. نمونه خدمتتون عرض کردم. این مدلول لغویش میگه که در روایت داریم که هر که آیه جایی رفت چاه کند، آب مال خودشه. دیگران نمیتونن بگن که تو زمین مال تو بوده، آب مال طبیعت بوده، از قدیم الایام اینجا بوده. نه، حیازت آب چاه سبب ملکیت میشود. همچنین اگه کسی رفت هیزم آورد، نمیشه که وقتی به روستا که رسید، به خونه که رسید، بهش میگیم که هیزما که مال تو نیست، هیزما مال خدا بوده، فقط تو از اونجا تا اینجا آوردی، اینم مزدت. هیزما همه شریک هم، باید توضیح کنیم بین همه. میگه نه، در روایت اومده اگر کسی رفت هیزم آورد، از بیابان بوت جمع کرد، خار جمع کرد و مانند اون، این سبب مالکیت میشود. این از نگاه عرفی، ببخشید از نگاه لغوی یا سیاق این روایات، قطع نظر از عقل و فهم اجتماعی، این دوتا در روایات سبب مالکیت میشود. چیز دیگر رو نمیشه بهش اضافه کرد. اما اگر از نگاه فهم اجتماعی نگاه کنیم، میگه حکم به ملکیت منحصر در حیازت آب چاه یا هیزم نیست. نمیشه گفت که فقط هر کسی آب چاه بزن و آب به دست بیاره مالک شده است، یا هر کسی هیزم بیاره. نه، هر کسی که شکار هم برود همین گونه خواهد بود، هر کسی که زمینی رو آباد کند همین گونه خواهد بود، هر کسی که سمق درختان جنگل رو رفته گرفته اونم همین گونه خواهد بود، هر کسی که رفته بلوط رو جمع کرده است از درختان در مثلا منطقه ای جمع کرده اونم همین گونه خواهد بود، یا میوه ها رو، حالا چه میوه هایی که در برخی از جنگل های کردستان بنده دیدم که گلابی های بسیار خوبی داره که مردم اونجا میاد میره رو درخت گلابی، درخت های بسیار بزرگی تکان میده، حدودا به اندازه 20 کیلو 30 کیلو تو کیسش میرزه، میگیره به دوشش، برمیگرده میاد روستا. اینو وقتی تو روستا رسید کسی نمیتونه ازش بگیره. هیچ در هیچ روایتی هم نیومده اگر کسی رفت از جنگل کردستان گلابی حیازت کرد مالک میشود. اما میگه فهم عقلی، ارتکاز عقلایی و همچنین نگاه اجتماعی میگه که این منحصر به این موارد نیست. بعد شهید صد میگه که اون مواردی قبلا گفتیم که گاهی میگیم روح شریعت، گاهی میگیم که مذاق شریعت، گاهی میگیم شم فقاهت. شهید فقط یه اصطلاح جدید رو ارائه میکنه، میگه اینو بهش میگن تناسب حکم و موضوع. یعنی اگر ما به عقلا مراجعه کنیم، بهشون بگیم که من رفتم از بیابان هیزم آوردم، ایشون رفته از بیابان گلابی مثلا وحشی آورده، یکی دیگه رفته تمشک آورده، یکی دیگه رفته مثلا امر دیگر یا آب آورده،
اینا به نظر عقلا و به نظر انسانهای عاقل در جامعه با هم دیگه فرق داره که هر کی هیزم آورده صاحبشه، بقیه صاحبش نیستن. عقلا میگن هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین اگرچه در روایت آوردن گلابی از جنگل‌های کردستان هیچ نیامده است، ولی عقلا میگن که ولو نیامده است. ما اون چیزی رو که در مورد هیزم و آب چاه اومده رو گسترش میدهیم. میگه که این دو مورد، یعنی هیزم و آب چاه، به عنوان مصداقی از ثروت‌های طبیعی در نصوص آمده است، اما نگفته که این منحصر است به این مصادیق، بلکه میگه با زمینه کردن فهم عقلا یا ارتکاز عقلا حکم ملکیت را باید به همه ثروت‌های طبیعی گسترش داد. در این گونه موارد روایت دو چیز رو گفته، ما 10 چیز دیگر هم بهش اضافه میکنیم. میگه فهم عرفی و عقلی از روایت به همینجا میرسد. و همچنین مورد دیگر رو که خب رسیدیم به اول یک بحثی که تا اینجا رو خلاصه همین حرفمون تا اینجا این بود که اولا عقل حجیت دارد، دوم این که فقها هم در مواردی آوردن که عقل میتواند معیار و ملاک و همچنین مساله و مفاسد احکام دینی رو بفهمه، میتونه بفهمه که چرا این واجب شده، چرا این حرام میشود ولو فعل جمله باشد. و بالاخره با این اصطلاحاتی رو که در حوزه فقها وجود دارد تحت عنوان روح شریعت، ذوق شریعت یا مذاق شریعت، یا سخنی رو که شهید صد گفته تناسب حکم موضوع یا شم فقاهت و مانند اینها، میگن که فقیه میتواند با استناد به عقل آنچه که در روایات نیست را بیاورد یا آنچه که در روایت هست را محدود کند به عصر و زمان و مانند اونها. حالا تا اینجا رو گفتیم که این نکات رو خدمتتون عرض کردم. حالا بحثی رو که داریم اینه که قلم روش چقدر هست، ما تا چه اندازه میتوانیم عقل را در حوزه فهم مساله و مفاسد به کار ببریم. باز تو این موارد هم میبینید که معمولا نظر فقها رو میاریم، به خاطر اینکه نظر فقها رو اگر بیاریم و معلوم بشود که فقها هم همین سخن رو میگن که عقل در فهم مساله و مفاسد و همچنین ملاک های احکام دینی اعتبار دارد و حجیت دارد، دیگه دیگرانی نیست که با اینها مخالفت کرده باشن، چون دیگران جلوتر این رو گفتن. فقط مونده که معمولا عرف عوام استشهاد میکنن که خب وقتی فقها این رو نگفتن باید چیکار کنیم. بنابراین ما قدم اول رو گذاشتیم رو حوزه عملی و فقهی، در حوزه اخلاق و عقاید اون حکمش روشن‌تر هست و در پایان خیلی به اشاره خدمتتون خواهم گفت و بحثی نخواهیم داشت. بنابراین اول بحث آیندهمون این خواهد بود که قلمرو حجیت عقل نزد علمای شیعه یا نزد فقهای شیعه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.